با هم میریم سر یک ماجرای تلخ تلخ تلخ. ویدیوهای خیلی تلخی دریافت کردم. توصیه میکنم اگر بیماری قلبی دارین یا حال و روزتون خوب نیست نگاه نکنید. ماجرا از این قراره. یک فامیل 4 نفره در شهرستان گلدشت اصفهان، از یک خانواده مستضعف که توانایی مالی پایینی داشتن و تحت پوشش کمیته امداد هم بودن. مادر و پسر معلولیتی داشتن که تحت پوشش بهزیستی هم قرار گرفتن. پدر چند سال پیش فوت میکنه و خواهر مادر و برادرش رو میبره در یک شهرستان دیگه ای تو اصفهان، نجف آباد، و رابطهشون با فامیل و بستگان کم میشه تا اینکه سال گذشته مادر هم فوت میکنه. بستگان در اصفهان میرن نجف آباد تا توی مراسم کفن و دفن و عزاداری متوجه میشن که این زنی که فوت کرده زخمهای عجیب و غریب و غیر طبیعی توی بدنش داره. پسر جوانش که مهدی نام داره هم دقیقاً همون زخمهای مشابه مادر رو تو بدنش داره. جای سوختگی، جای شکستگی و بریدگی و جای زخمهای کهنه جوش خورده. یکی دوتا هم نه، همه جای بدنشون. فامیلا مشکوک میشن و شروع میکنن به سوال و پرسجو. از کی؟ از خواهر مهدی. و خواهر مهدی هم چنان با تناقض و هول شدگی و تردید جوابهای دوگانه میده که کل فامیل شک میکنن. خصوصا که توی اون شرایط سر خواهر مهدی توی موبایلش بوده و پاسخهای جور با جور ولی ناجور میداد. فامیل موبایلش رو ازش کش میرن، متوجه میشن داره با یکی چت میکنه. چت ها چی بوده؟ ایناش. خواهر از یک کسی میپرسه حالا من چی بگم که کل فامیل مشکوک شدن؟ و اون ور خط یکی بهش میگه بگو مهدی خوب بود، تصادف کرد، مامانم خونه نبودم، اومدم دیدم از پله ها افتاده داغون شده. یعنی اصلا باور کردنی نیست، شبیه فیلم های ترسناکه. خواهره تو چت ها برای اون ور خطیه داره مینویسته تا خط بگیره. میگه فامیلا حرف منو قبول نمیکنن، حرف منو نمیشنون، میگن بدن مادرت سوخته. چقدر بهت گفتم روغن داغ و آب جوش نریز؟ آب جوش؟ روغن داغ؟ و خواهری که به طرف گفته جان من روغن داغ و آب جوش نریز روی برادر و مادرم؟ فامیل با دیدن این چت ها شوک بهشون وارد شد و میرن سری سر وقت ویدیوها، ویدیوهای توی موبایل، و به عمق بیشتر فاجعه پی میبرن. به گفته بستگان مهدی، فردی به نام محسن عینی با همدستی خواهر مهدی، مهدی و مادرش رو شکنجه میده. چرا؟ تا این مادر و پسر با چهره و ظاهر زخم و زیلی و هرچه داغونتر برن برای تکت دیگری و گدایی در خیابون. یعنی هرچی صورت و ظاهر مهدی و مادرش درب و داغونتر و مریضتر و خسته تر و ضعیفتر و لاغرتر باشه، قطعا به خیال خودشون پول بیشتری میتونن از مردم بگیرن و بیارن تو جیب اینایی بریزن که انسانیتشون رو بالا آوردن. کیا؟ خواهری که از برادر و مادرش در حال کتک خوردن و آزار دیدن فیلمم میگیره. فیلمایی که بستگان توی موبایل خواهر مهدی پیدا کردن رو برام فرستادن. ببینید صدای خنده خواهری که هنوز رو روانه. هایا 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 تو بود میدرد فرستنده فیلم که یکی از بستگان مهدیه میگه فردی به نام محسن که به کمک خواهر مهدی به زندگیشون راه پیدا کرده و تازه سابکار مهدی هم شده در کارگاه ریختگری، روزانه میومد خونه و مادر مهدی و مهدی رو با هم چنان گرسنگی بهشون میداد که وقتی برای غذا این مادر و پسر با هم درگیر میشدن اون لذت میبرد. کلاسش بیا بیا دیگه که پرتقال هم بسید بخور. بیا بخور. نه پرتقال من نه
بخونش 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 همونطور که شما دیدین این صحنه های تلخ رو و باورش براتون سخته و هزار تا سوال توی ذهنتون به وجود اومد، برای ما هم همینطور بود. از بستگان مهدی پرسیدیم که الان مهدی کجاست، شکنجه‌گرانش کجا هستن. بستگان با دیدن این فیلم ها و چت هایی که یه جنایت آشکار رو نشون میده چیکار کردن؟ رفتیم گوشی دختر رو برداشتیم و این چیزا رو توش دیدیم و دیگه دادیم به آگاهی و پلیس آگاهی سریع اقدام کرد، تونستن توی دادگستری سریع حکمش رو بدن، سریع دستگیر شدن همون روز دختره و بعد از ظهرش مرده دستگیر شد. صبر کردیم تا ببینیم مراحل قانونی چجوری پیش میره و الان پرونده آماده است که بره دادگاه. من اومدم مرکز توانبخشی شهدای شهرستان دیزیچه استان اصفهان تا یه گپی با مهدی بزنم. اینم آقا مهدی در حال تعویض پانسمان. اینم پاشه که بعد از یک سال هنوز اوضاعش بود. بچه عمل جراحی شده درسته؟ گوشتش برداشت شد، گراف شده؟ دیبرید و گراف. بستگان مهدی میگن تنها نقطه مثبت این حادثه بعد از وارد شدنشون به این پرونده خوشحالی مهدیه که از چنگ شکنجه‌گراش خلاص شده، به بهزیستی پناه آورده و یک کمی جون گرفته، اما روحش هنوز مریض و زخم خورده است. حالا از زبان خود مهدی بشنوید که دقیقاً چه بلایی سرش اومده. قبل از اینکه من سر حرف با مهدی باز کنم باید بگم که مهدی با اینکه یه سال از قتل مادرش میگذره هنوز اوضاع روحی خوبی نداره. خوب نشده. الان این جاش چیه جریانش؟ بزن بالا پیرنش اینا. شما پاره کرد ماشین رفون. الان مهدی خیلی چاقتر از قبل شدن، یعنی نه ببین قبلا یه الان این جای پارگیه که خب عمل لاپاراتومی انجام شده. من پرونده پزشکیشو یه موقع خوندم توی بیمارستان از زهرای تهران اصفهان که عمل لاپاراتومی روی معده‌اش انجام شده، مثل اینکه با همون موقعی که با ماشین ازش رد میشن معده پاره میشه و به خاطر پارگی معده میارنش بستری میکنه و این عمل روش انجام میشه. دنده ها 6 تا یا 7 تا دنده شکسته، استخونای بازوهاش شکسته. تموم این آثاری که الان میبینید خیلی کمرنگ شده، تمومش آثار سوختگیه، سوختگیه بر اثر ذوب ریختگری که به بدنش پاشیده. این کمرشه که اثر سوختگیه. این هست، نگاه کن تو رو خدا، تموم آثار سوختگیه، تموم آثار سوختگیه. اینجا نگاه کن، تموم، یعنی کل بدن این بچه پر آثار سوختگیه. این نگاه کن چی کار کرده با سرشونش. ببین سرشونش چیه، تو رو خدا، پشت گردنش ببینید. اینم سرشی که الان بعد از چند شاید یک سال گذشته ولی هنوز جاش هست که کاملا با شمش زده تو سرش شکسته. گوشت شده مهدی؟ گوشم با چاقو زامندار برید. با چاقوی زامندار گوششو بریده. دندونم ها کشی. با چی کشی؟ با انبار ریختگری. با انبار ریختگری دندوناشو کشی. ببینم نگاه کن تو رو قرآن، زیر بغلات چرا اینجوریه؟ با چاقو پاره کرد. ببینم با چاقو زامندار. اینجا نگاه کن با چاقو، نگاه کن این زخم چی آخه یه به اینجاهای بدن اینم اونورم هست. با چاقو پاره کرد بخاطر اینکه دستاش فکر میکنم اینجوری بیشتر نشون میده که یعنی بیشتر به جداها و متکدیا بخوره. بیشتر تو سر کریم کردم برای مادر، این هم برای پدر مادر درکی میگم من هم با غرزما یه فاده ماجرای تلخیه. امیدوارم هر کسی این فیلمو دید، از وکلا گرفته تا روزنامه‌نگاران محلی تا مسئولان، در برابر این اتفاق کوتاهی نکنن و به داد خانواده‌ای برسن که تصمیم گرفتن رسانه‌ای بکنن موضوع رو. بستگانی که این فیلم‌ها رو فرستادن برام میگن همه ما کوتاهی کردیم، شکی نیست،
فامیل، مسئولان، بیمارستان‌هایی که مهدی و مادرش به دفعات مکرر توش بستری می‌شدن، کمیته امدادی که مهدی و خانواده‌اش تحت پوششش بودن، همسایه‌هایی که صدای فریاد و زجه در حال سوختگی رو می‌شنیدن ولی هیچ گزارشی به پلیس ندادن، بهزیستی که مهدی و مادر معلولش رو تحت پوشش قرار داده بود و و و و حالا برای اینکه نگران رسیدگی نشدن پرونده هستیم، تصمیم گرفتیم اطلاع رسانی کنیم تا هم به صورت شفاف و علنی به این پرونده رسیدگی بشه، تا شاید همه ما بدونیم که خشونت در همین چند قدمی ماست و مراقب اطرافیانمون، خصوصا کسانی که دارای معلولیت و یا بضاعت مالی اندک هستند، باشه.